فراری دادن من از زندون نقشه بود زندایی. همونایی که میخواستن منو فراری بدن میخواستن منو بکشن. باید بهش خبر بدیم من از شهرام فرار کردم. بهش بگیم برگرده. لازم نیست اون کاری که شهرام ازش خواست انجام بده. بابا چرا اینقدر دیر گوشی برداشتی؟ داشتم من نگرانی میمردم. نمیدونم، من تازه رسیدم. کیوان قرار بود کامرا رو نگه داره ولی الان خونه نیست، نمیدونم کجاست. خیلی خوب، مامانت کجاست؟ مامان صبح زود بیژن زنگ زد رفت ببینه اونو. بیژن؟ بیژن از کجا زنگ زد بابا؟ نمیدونم، مامان گفت فرار کرده. تو خیابون مثلا که با هم قرار گذاشتن. بعدش هم قرار شد برم شمع فرو. ببین بابا، هر چی بهت میگم گوش کن. هیچ کس نرات خونه بمونه. همه الان زنگ بزن خونه همه فروغت، بگو هرچی سریعتر از خونه بره بیرون. مهری جان، نرگس میگه دیده یه آقای غریبه وارد خونتون شده. کی میاد؟ سلام مهری خانم. کو دختر من؟ نگران نباش کیمیا خانم، مامانت نگرانته. من و فرخ یه معامله با هم انجام دادیم. قرار شد من بیژن رو تحویلش بدم، اونم یه کاری واسه من انجام بده. اما الان شیطون رفته تو جلدش، هوس بازی به سرش زده. الو مهری جان. سلام معصومه جون. سلام، حالت خوبه؟ ممنون، خوبم. دیدم خبری ازت نشد، گفتم تماس بگیرم ببینم مشکلی نیست. امروز نمیتونم بیام خرید، خونه یه چیزایی داره. فرخ نیست، من دست تنهام. میگه دست تنهام؟ شما هم این مادرتون فکر میکنین من حیوونم؟ ها؟ میخواین سر به تنم نباشه. شما میدونین که ما حتی 5000 نفر هم نیستیم، اما کاری کردیم که همه فکر کنن 100 برابر این جمعیتمونه. کارخونه ترس. میدونین ترس هم تولید میشه؟ تو این کشور گل بلبل هر کی کار خودشو میکنه، سیاستمدار، سرمایه دار، وکیل، وزیر، حتی خودشا. این خاصیت ترسه که همه بتونن در کمال آرامش کار خودشونو بکنن. بچه‌هاشونو بفرستن بهترین مدارس اروپا برای تحصیل، کاخ بسازن، تفریح کنن، حیف و میل کنن. کسی هم صداش در نیاد. این خاصیت ترسه. خوب ایجاد این ترس وظیفه ما بود. مردم باید سرشون تو گرفتاری های خودشون باشه. بقیهش دیگه خیمه شب بازیه، مجلس و وکیل و کابینه. هیچ کس حتی توی پستوی خونش هم نباید جرأت میکرد که بپرسه چرا. اگه کسی جرأت میکرد بپرسه چرا، یعنی زنگ خطر. قدرت
وقتی با غرور و خودشیفتگی همراه بشه میشه توهم، میشه خود بزرگ بینی، دیکتاتوری. بیچاره شاه فکر میکنه همه مردم دارن دعاش میکنه، فکر میکنه همه دارن میپرستنش، نمیدونه این پرستش به خاطر ترسیه که از اون داره. من به شاه گزارش میدادیم و شاه هم مستقیماً دستوراتش رو به ما ابلاغ میکرد. پای خیلی از شکنجه ها و قتل ها و اعدام ها و تبعید ها امضای مستقیم شاه بود. خیلی وقتا هم خوشش نمیومد از گزارش هایی که باب میلش نبود، از هشدارهای ما عصبانی می شود. چرا؟ چون اهل تملق بود. تملق آدم رو خام می کنه، خواب می کنه، می بره آدم رو توی خواب عمیق و شیرین رؤیا. مملکت در امن و امان است و همه به دعاگویی اعلی حضرت مشغول، اما خیلی زود این رؤیا، این خواب تبدیل شد به یک کابوس. میشه سیگارتون رو خاموش کنید بچه‌ها؟ اینجان بچه ها آینده سازان این مملکت، شما میدونید منم یه بچه دارم؟ حتما میدونید. گزارش کاملشو فرخ بهتون داده. این فرخ کجاست؟ الان دیگه باید رسیده باشه، داره شب میشه. پچه رو تلفن نمی کنه. چرا این فرخ تلفن نمی کنه؟ کیه؟ نمیدونم. همسایتونه؟ نمیدونم. به همسایتون پشت تلفن چی گفتی؟ هیچی. چی گفتم؟ خودت که شنیدی؟ چیزی نگفتی؟ رمزی چی گفتی؟ چرا گفتی از شوهرت و بچه‌ت تشکر کن؟ بابا گفت آقا فرخ نیست، شوهرش و بچه‌اش گفتن که هر کاری داری ما میکنیم، کارهای مردونه. گفتم نه والله کاری ندارم. خودت که شنیدی، به خدا چیزی نگفتم. برم بکنم. تو نه. کیوان. کیوان میری یه چیز. کیوان! بیا. اصلا همون با هم میریم. بیاین همون با هم میریم. بیا مادر. بیا.
حرفی بزنی که نباید بزنی، کاری میکنم که نباید بکنم. اومده برای چی در رو باز نمی کنی؟ کی با این همه در زدیم ما؟ خبری تو خونه تو؟ خبر؟ نه نه شما یه دقیقه میادیم من کارت دارم. نه نه الان نمیتونم بیام بیرون. برو بعدن. کیوان سیگار؟ مطمئنی بابا؟ آره بابا خودم دیدم، هنوز رو شوت میکرد، کیوانم یه جوری حرف میزد، فکر کنم یه خبرایی بود. چیکار کنی؟ اگه اون مرد چهران باشه جون اون خانواده در خطره، حتما مسلحه. فعلاً باید صبر کنی. آقای پارسا، باجه ایدو بله؟ الو، سلام مهتاب خانم. سلام آقا فرخ. ببخشی، من میتونم با مهری صحبت کنم؟ مهری اینجا نیست. کیوان و کیمیا چی؟ نه کسی اینجا نیست. ولی قرار بود بیان خونه شما. من ازشون خواستم که اصلا خونه نمونن. من خبر ندارم. شاید شاید چی؟ مهتاب خانم، چیزی شده که من با خبر داشته باشم؟ چی بگم، راستش آرش رفته اونجا با کیمیا صحبتهایی کرده که شاید ببخشید من تلفن اضطراری بگیرم. یه تلفن اضطراری. تو رو بده مادر. باشه ببخشید من عوض میخوام. آقا مسئولیت داره. باشه باشه. مسئولیتش با من. آقا دارم شما من بگیرم. من میگیرم. دست درد نکنه. اینو هستش کن بکنم. باشیم بیان جواب بدین. بیا
دیگه تکرار نکنم که چی باید بگین. الو. الو سلام مهری. چرا صدات گرفته؟ الو. تو اونجا چی کار میکنی؟ اگه کیمیا نگفت که باید از این خونه بریم بیرون چی شده؟ مهمون براشون رسید، مجبور شدن همه بمونن توی خونه. شهرام؟ انتظار نداشتی نه؟ چه کار کردی؟ سر قرار رفتی؟ آره آره رفتم ولی کسی نبود. دروغ میگی؟ لعنتی قرار نبود بری خونم. تو اونجا داری چه غلطی میکنی؟ قرارمون زرنگی تام نبود. فرخ همه منتظرم ببینن بابای خونواده چی کار میکنه. مهری، کیمیا، کیوان، پسر کوچولوت میخوان ببینن اون قدری که ادعا میکردی به فکرشون هستی یا نه. خب گوشاتو باز کن ببین چی میگم. شهر رو میگه دست به زن بچه من بزنین، تمام نقشه هاتون نقشه براب میکنم. ببین فرخ، من جای تو بودم به جای تهدید کردن کارمو انجام میدادم، زودتر برمیگشتم پیش زن بچه‌م. فکر تحویل دادن اون ماشینو از سرت بیرون کن. اصلا فکر کردی میخوای کی تحویل بدی؟ یکی بدتر از من؟ ببین به هر کی تحویل بدی قبل از هر چیزی خودتو به سلابه میکشن. حالی چوت؟ باشه فهمیدم، برای از قرار بذار. حالا گوشی رو بده به مهری، میخوام با شهر بزنم. کارتو که تموم کردی با تک تکشون میتونی حرف بزنی. ساعت 6 همونجا، این آخرین فرصت برو. فرخ الان زندگی و آینده من دست توه، همینطور که زندگی و آینده تو دست من. اگه کاری که گفتم نکنی تو هم مثل من نه زندگی داری نه آینده ای. همشون تو چنگ منن. خوب گوش کن شهرام، اگه یه موقع سر زن و بچه من کم بشه خودتو دوستات هر جای دنیا که باشی همه تو رو نابود میکنم. مطمئن باش. حرف آخرم همین بود. آقا حسابتون. آقا سخو بقیش بگیر. بچه ها خوب گوش کنیم. ناصر گفته قبل از اومدن مامورا باید کار تموم بشه. اگرم احیانا مامورا سر رسیدن خودتون بین مردم تو شلوغی گم و گور کنید بره. اعلامیه رو چیکار کنیم؟ راه که افتادید بین مردم مغازه‌دارا پخش کنید بره دیگه. فقط حواستون جمع کنید. سراغ همدیگه نمیایید تا وقت اذان مسجد جامع. باشه آقا. راه بیفت. ناصر. یارو رفیق جیس استواره؟ کو؟ بابا همین همسایه‌تون. آره خودشه. استوار. آقا فرخ سلام. سلام آقا ناصر. ما کجا اینجا کجا؟ چه سوالی میپرسی؟ خب اینجا شهر منم هست. آقا علی رو که میشناسی؟ سلام سرکار، خسته نباش. ممنون، یه مدتی نبودی. همکار شما شده؟ همکار من؟ آره رفته نیروی دریایی تکاور شده. ماشاءالله ماشاءالله. حتما این شلوغ بازی هم کار شماست. میدونی شما یه نظامی هستی؟ میدونی اگه تو این درگیری ها بگیرنه چه بلایی سرت میارن؟ کار از این حرفا گذشته استوار. بالاخره ما نظامی هم یواش یواش باید با مردم همراه بشیم دیگه. شریف نگفت میخوای بیاد خرمشه؟ آره هنوز طرفای خونه نرفته. میگفت میخوای استعفا بدی. راست میگه؟ استعفا؟ اومدم بیرون و خلاص. راست میگی؟ مثلا اومدی برای چه کاری؟ اومدم دنبال ماموریت. ماموریت؟ اما شما ظاهرا گفتید استعفا دادید. چطور مگه؟ استوار شنیدی خیلی از کله گنده های رژیم دارن فرار میکنن؟ حتما شنیدم. سوال دیگه نیست؟ خدا حافظ.
ماهی دریا، ماهی بهمش، خانم بفرمو ماهی، ماهی ای فان، ترال میکنه اگه نبری ماهی، ماهی، ماهی ماشالله بی ماهی، ماشالله بی ماهی سمک، 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 ماهی، ماهی، ماهی ماشالله بی امی، معلوم کجای مردی سلام مصور سلام، یه ساعت دارم دنبال بگردم بله من همینجا دارم ماهی میفروشم، خلاف خدا بذاشم کنار ماهی فروشی که خلاف نیست ببین من دیگه استوار نیستم آقا منم همون سمی نیست منم اول سنم بخدا آقا نداز اینجا دیگه تب داره خدا عشقا من دیگه خواستگام نمیرم برد دارم آقا گرفتن شدی دو برده منی سراغ ما آقا بزر تا گرفتن شدیم بریم آقا با خدا ما کاری نیستم ببخشید ببخشید آقا بابا خانم خانم خار بابا سمیر وایس بله کن سه بار بابا گرفتارم خدا سمیر باش 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 سمیر سمیر وایس کار دارم واسه ما چیکار دارم بذار برو مایم بپوشم تو خدا زندگی همینه مایه چقدر پولش میشه پولش مهم نیست بریم کن چی کارم داره آقا یه بار نجاتم دادی یه بار نجاتت دادم حساب حساب کو برادر خلاص باشه این پول ماهیا پول نمیخوام ببین ها. من کارت دارم سمیر میخوام یه کمکم ما کمکت کنم آره خب قابل نداره حال بگو چی کار داری ببریم کارت دارم بیا بریم آقا ساعت 6 شما منتظر من هستی؟ پاشو سلام آقا فرح سلام هرچی خانم حال شما خوبه؟ الحمدلله رسیدم بخیر خیلی خوش اومدین خیلی ممنون آقا شریف خوبه؟ آقا ناصر گفت شما دیده خیلی منتظرتون بودم اتفاقا خواستم بیام خدمتتون هرچی خانم اگه زحمت نیست یه گوشی تلفن بیاری من حتما باید با تهران تماس بگیرم اتفاقا همین الان خودم داشتم با مهری حرف میزدم بنده خدا حالش زیاد خوش نیست میگم آقا فرح این ماشینه تازه خریدین؟ نه نه امانته حالا بعدم براتون میگم لطفا این گوشی رو سریعتر بیاری چشم رو چشم ممنون
چیکار کنیم بابا؟ ببین بابا، میری بالا پشت بوند. خب یه سر گوشی آب میدی میبینی چیزی دستگیرت میشه یا نه. بمان مراقب باش، سر صدا نکنی. حالتون حرف بزن فرخ، بگو چی کار کردی؟ من طبق قرارم رفتم سر وعده، رابطونم دیدم، ولی متاسفانه اتفاق بدی افتاد. چه اتفاقی؟ طرف اومد از خیابون رد بشه، یه موتوری به ایزد نقش زمین شد، چند نفر بردنش بیمارستان. چرنده؟ داری چرت و پرت میگی فرخ؟ حالا دیگه هر بلایی سر خونوادت بیاد حقته. آخه مرد حسابی، من چرا باید دروغ بگم؟ خود تلفن رو بردار، یه پرسجویی بکن، مگه این شهر چند تا بیمارستان داره؟ وای به حالت اگر کاسه زیر نیم کاسه باشه فرخ. شهرام، تو اون کاری که از من خواسته بودی من درست انجامش دادم. الان خونم تمرگیدم، ماشینم تو حیات خونه است. خیلی خوب، همونجا میمونی، ماشینم پیش خودت نگه میداری، تا صبح نشده یه نفر رو میفرستم بیاد سراغت. منم همینجا توی خونت میمونم، پیش خونوادت. سلام. سلام سمیر، توی؟ ها اومدم بگم موتان رو در و داغون شد رفت. هیچ اشکال نداره، پولش رو میدم. من حرف از پول زدم؟ اصلا برای پول موندن چرا یه پول تو براخون میکشه؟ اومدم بگم یارو که زدم در و داغونش کردم رفت. اگه بگفتم زدن شما میملاقاتون؟ حالا که اتفاقی نیفتاده، کسی هم تو رو ندیده، بهتره بری خونت، یه مدت هم با این موتور تو شهر نچرخ. داشتم مهم این فروختم، همین که اومدی گفتم در اصل من سراغم به خدا. سمیر، تو رستمی و ایدی رو یادته؟ ها یادم، هر شب میان تو خوابم. آفرین، این کسی رو که زدی ناقص کردی، پیش اون دوتا نامرد هیچه. اینا دوستاش میخوان پول ملت رو ببرن، میفهمی؟ باور کنم. یعنی این روش جدیدی که بجا که تحویلشون بدی با قانون میای ناقصشون میکنی؟ اینم یه شکلش. به به، آقای فرخ. سلام. سلام عزیزی، ممنون رسیدم. بخیر. ممنون. سمیر تو اینجا چیکار می‌کنی؟ هیچ چیز، خوش اومد بگم من استوار اینا. درد نکنه. ممنون. برو دیگه. خداحافظم. به سلامت. خب فرخ، پس مهری و بچه‌ها کجان؟ والا اومدن من یه باره شد، فردا باید برگردم تهران. عطری گفته که با ماشین اومدی، ماشین مال کیه؟ آ راست گفته، ماشین امانته، باید بدم صاحبش. فرخ، قضیه این سفر چیه؟ هیچی، ایشالله باشه سر فرصت همه رو برات میگم. بفرم.
درشون قفله. بالاخره که چی نمیشه دست رو دست گذاشت که کاری بکنید. چی کار کنیم مادر؟ برو یه راهی پیدا کن. برو تو در رو بشکنم، ایراد نداره. برو در رو بشکن. باشه دیمان جانم. مراقب باش. چشم داداش. جونم میخوای باید بیا؟ نه عزیزم. Zombie. Alo. Salam Sargurt. Turacım. Çiye? Hop, ben umadım ince. Çi be tu gofam çi galati bokoni. Hop canım Sargurt, ben ki tu ge tuğun hune kari nadoştam. Goftam biyem ince şahat ehtiyacı be komak daşte başi. من به گوشتاله مثل تو نیاز ندارم. توی عقب مونده رو اگر به کار نمی گرفتن الان حال روز زمین نبود. خفشو همونجا به متصداد کنم. مردی که زبون نفهم. چیه؟ شام. این طفل معصوم ها از صبح هیچی نخوردن، گرسنن. این طفل معصوم هایی که میخوان برای گرسنگان انقلاب کنن حالا یه امشب هم شام نخورن اشکالی پیش نمیاد. شما میخوای نخوری نخور، بچه های من گرسنن. پاشید میریم توی آشپزخونه دلقمه میخوریم. قبرسونی نمیری. جان سرگرد، شما هست؟ جان سرگرد، صدای منو میشنوید؟ کیمیا چند بار زنگ زده، نمیدونم چی شده. حتما یه اتفاقی افتاده. آمین، تقصیر من بوده. بیچاره شهرام، چقدر برای این سفر زحمت کشید. چی قربونته؟ موجو شهرام، موجو. نقشه کشیدن این بیچاره رو بیارم تو خونه خودشون که بکشنش.